دوستان سلام امروز هم میخواییم قسمت دیگه ای از کتاب سه دقیقه در قیامت رو با شما مرور کنیم جانبازی در رکاب مولا سال 1388 توفیق شد که در ماه رجب و ماه شعبان زائر مکه و مدینه باشم ما محرم شدیم و وارد مسجد حرام شدیم بعد از اتمام اعمال به محل قرار اومدم روحانی کاروان به من گفت سه تا از خواهران الان اومدند شما زحمت بکشید و این سه نفر رو برای تواف ببرید. خسته بودم اما قبول کردم. سه تا از خانم های جوان کاروان به سمت من اومدن. تا نگاه هم به اونها افتاد سرم رو پایین انداختم. یک حله اضافه داشتم. یک سر حله رو دست خودم گرفتم و سر دیگر شد در اختیار اونها قرار دادم. گفتم من در طی تواف نباید برگردم. حرم الهی هم به خاطر ماه رجب شلوغه. شما سر این حله رو بگیرید و دنبال من بیاید دو سه ساعت بعد با خستگی فراوان به محل کاروان برگشتم در کل این مدت اصلا به اونها نگاه نکردم و حرفی نزدم وظیفه ای برای انجام تواف اونها نداشتم اما فقط برای رضای خدا این کار را انجام دادم در روزهایی که در مکه مستقر بودیم خیلی ها مرتب به بازار می رفتند و اما من به جای این گونه کارها چندین بار برای تواف اقدام کردم ابتدا به نیت رهبر معظم انقلاب و سپس به نیابت شهدا مشغول شدم و از فرصتها برای کسب معنویات استفاده کردم در آن لحظاتی که اعمال من محاصره میشد جوان پشت میز به این موارد اشاره کرد و گفت به خاطر تواف خالصانه که همراه اون خانوم ها انجام دادی ثواب حج واجب در نامه اعمالت ثبت شد بعد گفت سواب توافهایی هایی که به نیابت از دیگران انجام دادی دو برابر در نامه اعمالت ثبت میشه اوایل ماه شبان بود که راهی مدینه شدم یک روز صبح در حالی که مشغول زیارت بقی بودم متوجه شدم که معمور وهابی دوربین یک پسر بچه را که میخواست از بقی عکس بگیره گرفته جلو رفتم و به سرعت دوربین رو از دستش گرفتم و به پسر تحویل دادم بعد به انتهای قبرستان رفتم من در حال خوندن زیارت آشورا بودم که به مقابل قبر عثمان رسیدم. همان معمول وهابی دنبال من اومد و چپ چپ به هم نگاه کرد. یک بار کنار من اومد و دستم رو گرفت و به فارسی و با صدای بلند گفت چی گفتی؟ می میکنی؟ گفتم نه خیر دستمو ول کن. اما اون همینطور داد میزد و با سر و صدا بقیه معمورا رو دور خودش جمع کرد. در همین حال یک دفعه به من نگاه کرد و حرف زشتی به مولا امیر المومنین علیه سلام زد. من دیگه سکوت و جایز ندونستم. تا این حرف زشت از دهن اون خارج شد و بقیه زائران هم شنیدن دیگه سکوت و جایز ندونستم. یک بار کشیده محکمی به صورتی زدم. بلافاصله چهار تا معمور بر سر من ریختند و شروع کردند به زدن من. یکی از مأمورین ضربه محکمی به کتف من زد که درد اون تا ماها عذیت هم میکرد. چند نفر از زائرین جلو اومدند و منو از زیر دست اونها خارج کردند و سریع فرار کردم اما در لحظات بررسی اعمال ماجرای درگیری در قبرستان بقی رو به من نشون دادن و گفتند شما خالصانه و فقط به عشق مولا علی علیه السلام با اون معمور درگیر شدید و کتف شما آسیب دید سواب جانبازی در رکاب مولا علی علیه السلام در نامه عمل شما ثبت شده البته این ماجرا نباید دستاویزی برای برخورد با مامورین دولت سعودی بشه ممنون که با ما همراه هستید انشالله در قسمت های دیگه بخش دیگه از کتاب رو مرور خواهیم کرد التماس دعا خدا نگهدار